برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مرکز حقوق بشری آدم در چارچوب فعالیت‌های فکری ماهانه خود در شهر مقدس کربلا موضوعی تحت عنوان نقش سازمان‌های مردم نهاد در مقاومت در برابر استبداد را مورد بحث و بررسی قرار داد. این نشست فکری با حضور تعدادی از مدیران مراکز تحقیقاتی و برخی فعالان حقوقی دانشگاهی، رسانه‌ای و روزنامه‌نگاری در مؤسسه فرهنگی رسانه‌ای النبع برگزار شد. شیخ مرتضی معاش، مدیر مؤسسه فرهنگی رسانه‌ای النبع، از سخنرانان اصلی نشست بود. کاروان زیارتی موکب اول جواد علیه السلام از شهر بصره کشور عراق پس از ورود به شهر مقدس قم در بیت بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمى سید صادق شیرازی دام ظله حضور یافت. ده‌ها تن از اعضای این کاروان با پای پیاده عازم عتبات مقدس کشور ایران از جمله حرم مطهر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام و حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها شدند. کاروان اول جواد علیه السلام پس از حضور در بیت مرجعیت یا با در جلسه علمی روزانه آیت الله العظمى شیرازی دام ظله شرکت کردند. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف هشدار داد نبردهای کنونی در سودان که از 3 هفته پیش آغاز شده است منجر به جان باختن و زخمی شدن تعداد وحشتناکی از کودکان شده است. جیمز لر، سخنگوی یونیسف در ژنو به خبرنگاران گفت همانطور که نگران بودیم و حراس داشتیم اوضاع سودان برای شمار زیادی از کودکان بغرنج شده است و این سازمان تا کنون گزارش هایی دریافت کرده که نشان می دهد طی 11 روز گذشته از 15 آوریل 190 کودکان سودانی کشته و بیش از 1700 نفر دیگر هم زخمی شدند. تدروس آدهانوم گبریسوس رئیس سازمان جهانی بهداشت طی اظهاراتی به خبرنگاران گفت شرایط بحرانی کووید تمام شده اما خطر همچنان باقی است. وی در ادامه افزود به امید زیادی پایان کووید 19 را به عنوان یک وضعیت اضطراری بهداشتی جهانی اعلام می کنم. آمارهای ما تخمین می زند که این همه گیری حداقل 20 میلیون کشته داده، یعنی تقریباً 3 برابر کمتر از 7 میلیون نفر مرگ و میری که به طور رسمی ثبت شده است. سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کرد برای اجرای تعهدهای خود برای کمک به مردم نیازمند در افغانستان باقی می‌ماند. سازمان ملل پیش از این در واکنش به تصمیم طالبان مبنی بر منع کارمندان زن از کار در این سازمان در افغانستان گفته بود که روی گزینه ترک افغانستان فکر می کند. این سازمان درباره وضعیت کارمندانش با توجه به محدودیت‌های اعمال شده علیه کارمندان زن آن گفت که سازمان ملل برای حل این چالش به گفتگو ادامه می دهد. اما در این حال عملیات بشردوستانه این سازمان در افغانستان همچنان ادامه خواهد داشت.